تعدادی از ایرانیان در برلین در حمایت و پشتیبانی از جنبش آزادی خواهانه مردم ایران چهارشنبه 13 ژانویه 2010 تجمع اعتراضی در شهر برلین مقابل براندنبورگر تور برگزار کردند. توجه شما را به این گزارش جلب می‌کنم. Augen, Gleichgültigkeit, alles ist egal, die machen Geschäfte, die machen eigene Politik. Und besonders heute, wenn zum Beispiel ich rufe an und ich erkläre, heute werden schon auf die Straße so 4, 5 Leute umgebracht und ich höre immer wieder, wir haben gar keine Zeit. Ich frage heute, Frau Merkel, haben Sie 2 Minuten keine Zeit? Gar keine Zeit, über die Tatsache reden. Sie haben sehr guten Kontakt mit dem islamischen Regime im Iran. Kann man gar nichts tun? Kann man nicht diese Menschen retten? Das ist meine Frage. Also wir organisieren Demonstrationen. Meine Antwort war von Farsads Mutter, ja. Wir versuchen weltweit Demonstrationen organisieren. Wir versuchen weltweit etwas tun, dass wir unsere Kinder retten. Mehrere sind jetzt im Gefängnis, Todeszelle sitzen. Und jetzt die letzte Zeit, das islamische Regime hat gesagt, einige von Demonstranten, die festgenommen worden sind, die sind Muharib, also die kämpfen gegen Gott, die sind Ex-Muslim, sogenannte, ich weiß nicht, Apostaten. Und das Gefahr besteht auch, die Jugendlichen, die im Gefängnis sind, hingerichtet werden. حدود 2-3 روز قبل به ما خبر دادن که ممکنه فرزاد کمانگر حبیب لطیفی اعدام بشن. این اعدام ها بعد از اعدام فعالین سیاسی هست که در ایران اتفاق افتاده، احسان فاتحیان و تعداد دیگه رو جمهوری اسلامی اعدام کرد و در این حال صحبت از این بود که تعدادی از تظاهر کننده ها که دستگیر شدند به عنوان محارب جمهوری اسلامی میخواد اینا را اعدام بکنه. به خاطر همین فوریت مسئله ما تظاهراتی در مقابل پارلمان کشور آلمان سازمان دادیم و با اونا صحبت کردیم سر این مسئله و این تظاهرات اساسا برای جلب توجه افکار عمومی هست در رابطه با مسئله اعدام ها در ایران و اهمیت اعتراض بر علیه اعدام ها. من اینجا صحبت کردم و گفتم فرق نمیکنه شما عضو چه گروهی، چه سازمانی یا چه حزبی باشین، همه باید بیان تو خیابون و همه باید اعتراض کنن علیه اعدام ها، برای اینکه جمهوری اسلامی با اعدام میخواد جوونا رو، میلیون ها جوونی که اومدن تو خیابون، ساکت بکنه. من اینجا گفتم از نظر من تو ایران یه انقلاب عظیم علیه جمهوری اسلامی، علیه قوانین اسلامی، علیه اعدام، علیه سنگسار، و من کسی هستم که سالهای سال علیه
جمهوری اسلامی و علیه اعدام مبارزه می کنم. من اینجا گفتم که بیایید تو قلب من نگاه کنید یا صدای اون زنایی رو دارم منعکس می کنم که از زندان با من حرف زدن و دو روز بعد اعدام شدن. من صدای جوانایی رو اینجا دارم منعکس می کنم که از زندان با من حرف زدن و گفتن خاله مینا من از اعدام می ترسم، ما رو نجات بده، و اونا الان زیر خاک خوابیدن به خاطر اینکه جمهوری اسلامی اونا رو اعدام کرد. من الان صدای مریم ایوبی رو میخوام اینجا منعکس کنم که بعد از اینکه با من حرف زد سنگسارش کردن تو دوره خاتمی. همه این اتفاقا افتاده و ما الان اومدیم اینجا بگیم که میلیون ها نفر اومدن تو خیابون تو ایران، جمهوری اسلامی رو میخوان سرنگون کنن، حکومت اسلامی نمیخوان. پس ما باید بتونیم تو این تظاهرات و تو این اعتراضات شرکت کنیم و از مبارزات مردم ایران دفاع کنیم. توجه شما را به اخبار فرهنگی، سیاسی، اجتماعی از شهر برلین جلب می‌کنم. 75مین نمایشگاه بین‌المللی مواد غذایی کشاورزی آلمان موسوم به هفته سبز جمعه 15 ژانویه در مرکز نمایشگاهی شهر برلین افتتاح شد. این نمایشگاه تا یک شنبه آینده به مدت 10 روز ادامه خواهد داشت. دعوت به جلسه. اطلاعاتی در ارتباط با قوانین جدید برای دریافت اقامت و پناهندگی در آلمان با حضور کریستوف لینگلاو وکیل و حمید نوذری. زمان جمعه 22 ژانویه ساعت 19 مکان کانون پناهندگان سیاسی ایرانی در برلین. جشن بزرگداشت جنبش فدایی، جنبشی برای صلح، آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی. در 39مین سالگرد 19 بهمن 1349 همراه با جنبش دموکراسی خواهی مردم ایران، گفتگوی سیاسی پیرامون جنبش اخیر ایران و برنامه هنری. زمان شنبه 6 فوریه 2010، مکان شهرداری شارلاتنبورگ، واقع در اتوزوال شماره 100 در 10585 برلین. برگزار کننده سازمان فدایان خلق ایران، اکثریت برلین. میک اطلاعی از سازمان میهن‌پرستان سلطنت عرب توجه بفرمایید. به مناسبت 22 بهمن اکسیون اعتراضی پنجشنبه 11 فوریه ساعت 12 روبروی سفارت ایران در برلین برگزار می شود. تلفن تماس 0211-737-0261. بینندگان عزیز، به لحظات پایانی برنامه امروز رسیدیم. سپاسگزار از شما عزیزان که تا این قسمت از برنامه همراه ما بودین. چنانچه علاقه مند هستید از برنامه‌های قبلی ما اطلاع حاصل نمایید، می توانید به آرشیو سایت ما www.irtvberlin.de و یا سایت اینترنتی یوتیوب مراجعه نمایید. از طرف خودم و دیگر همکارانم در این بخش خبری تا یک شنبه آینده ساعت 1 بعد از ظهر روزها و لحظات خوشی را برایتان آرزو می کنم. شاد و سربلند باشید. این چه بهشتی، این چه بهشتی، این چه جهانی است که نوشیدن می ناروان، این چه جهانی است، این چه بهشتی است در آن خوردن گندم خطا، این چه بهشتی است، این چه جهانی است که نوشیدن می کجاست؟